از بد به برپایی نظام حکومتی اسلامی در ایران مجبور کردن زندانیان سیاسی به اعترافات اجباری علیه خود و رفقایشان از طرف دستگاه های امنیتی شیوهی بود است رایج و آشکار و تا به حال انسان های زیادی هم با همین شیوه ها به جوخه های مرگ سپرده شدند. اما نهادهای های امنیتی ایران شیوه دیگری هم به کار می گیرند که با وجود فشار روحی شدیدی که بر قربانیان وارد می کند معمولا ناگفته می مانند. اما مهدیه گلرو زندانی سیاسی سابق در این برنامه به عبارت دیگر این راز ناگفته را میگشاید و از این تهدیدها میگوید او از فعالان شناخته شده دانشجویی در اوایل دهه 80 است که به دلیل همین فعالیت هایش او را از تحصیل محروم کردند نزدیک به سی ماه به زندان انداختند و بعد از اینکه با تلاش های بسیار توانست به دانشگاه برگردد به دلیل تهدیدهای نهادهای امنیتی ترجیح داد از ایران خارج شود این تهدیدها چه بود و از او چه میخواستند و آیا با خروج او از کشور این خواستها و تهدیدهای ماموران امنیتی ایران به پایان رسید خانم مهدیه گلرو به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون مرسی. خانم گل قبل از اینکه به موضوع تهدید نهادهای امنیتی ایران بپردازیم کمی درباره فعالیت‌های شما صحبت کنیم. شما در دانشگاه علامه طباطبایی دانشجو رشته اقتصاد صنعتی بودید. ولی در سال 1385 شما را از دانشگاه تعلیق کردند. چرا؟ خب تقریبا توی اون سالها فضای دانشگاه به طور کامل تغییر کرد یعنی بعد از اومدن آقای احمدی نژاد و تغییر وزیر علوم فضای دانشگاه خیلی تغییر کرده بود مهمترین نکته ای که باعث شد که جرقه اعتراضات توی دانشگاه علامه زده بشه این بود که توی انجمنهای دانشجویی ما قبل از اون انتخابات آزاد برگزار میکردیم یعنی همه دانشجوها حق این رو داشتن که توی انتخابات شرکت کنند و انجمن رو اعضای انجمن انتخاب کنن اما بر اساس نامه ای که وزارت علوم به دانشگاه ها داده بود قرار بود که این انجامن ها دیگه فقط انتخابات داخلی برگزار کنند و خب یک تایید صلاحیتی هم کاندیداها بعد می که خب این برخلاف آنچه بود که قبل از اون اتفاق می افتاد. این باعث شد که ما اعتراض بکنیم و تصمیم بگیریم که انتخابات رو آزاد برگزار کنیم و صندوق رأی رو در صحن دانشگاه بذاریم توی همون روزها خب من و بقیه کسانی که کاندیدا شده بودن احضار شدیم به حراست و کمیته انضباطی و تهدید شدیم که اگر که انتخابات آزاد برگزار بشه محروم از تحصیل میشیم و تعلیق میشیم خب ما توجهی نکردیم به این مسئله انتخابات رو برگزار کردیم و من و بسیاری از دوستان دیگه که تقریبا پنجاه نفر بودیم در اون سال محروم از تحصیل شدیم بین یک ترم یا دو ترم با احتساب درسنواد یا بدون احتصاب درثنواد که من ترم هشت بودم و خورداد هشتاد که میخواستم امتحان بدم ممنوع الورود شدم به دانشگاه و اجازه دادن امتحانات رو نداشتم در صورتی که خب این اساسا غیر قانونی بود یعنی جدای از اینکه بحث محرومیت از تحصیل غیر قانونی بود این بود که تعلیق از ترم بعد باید اجرایی میشد ولی من چون ترم هشت بودم و درسم تمام میشد همون ترم ممنوع الورود شدم به دانشگاه و این ادامه پیدا کرد به دلیل اعتراضایی که بعد از اون داشتم و تجمعاتی که در دانشگاه های دیگه دانشگاه تهران رو روز برگزاری 16 آذر و دانشگاه دیگه برگزار کردیم این تعلیق ادامه پیدا کرد تا سال 88 و بعدش هم که من آزاد شدم و رفتم که ببینم خب حالا چه اتفاقی افتاده واسه پرونده تحصیلیم که خب با حکم اخراج مواجه شد آها و خب بعد در سال 1388 هم شما رو بازداشت کردن چند ماه بعدش هم, بعد چند ماه بعدش هم دادگاهیتون کردن و محکوم به دو سال و چهار ماه زندان شدید این بار اتهامتون چی بود؟ خب اتهام که همون چیزی که همیشه هستش تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی بود که در ابتدا دو سال و چهار ماه دادن و بعد به دلیل نامه هایی که از داخل زندان دادم خب شیش ماه به این حکم اضافه شد و تجد محاکمه شدم حکم اولیه رو پیراباس داده بود ولی دادگاه تجد محاکمه توسط مقیسه داره میشه آها. و ولی خب شما و چند زندانی دیگه رو در همون زمان بردن به قرانتی... بند قرنطینه متادون در زندان اوین چرا شما رو با به بند مجرمان معتاد زندانی کردن خب تقریبا یک سال از محکومیت هم رو من با زندانیان عادی گذروندم هرچند که اون روزها به نظرم روزهای خیلی سختی می اومد اما بعد از اون فکر میکنم همیشه هم اینو گفتم که با دنیای آشنا شدم که شاید اگر که با اون زنها زندگی نمیکردم هیچ وقت مشکلاتشون رو درک نمیکردم و هیچ وقت متوجه شهری که زیر تهران وجود داره و در واقع زیر پوست شهر زندگی وجود داره که ما به عنوان طبقه متوسط هیچ وقت ندیده بودیم هیچ وقت اونها رو نمیدیدم و یک دنیای دیگه ای بود واقعا ولی خب دلیل اینکه در نهایت ما رو با اونها نگه می داشتن این بود که خب اصل تفکیک جرایم اجرا نشده بود و در همون بندی که بند چهار زنان بود اندرزگاه چهار بود در زندان اوین خب اون زمان هنوز زنهای زندانی رو منتقل نکرده بودن به قرچک و یک زندان جداگانه برای زنها ساخته نشده بود و ما رو با اونها نگه می داشتن اهل اصل تفکیک جرایم هم انجام نشده بود بعد دیگه یک اتاقی رو به زندانی سیاسی دادن ولی خب اتفاقی که افتادیم بود که خب مثل بقیه زندانی های عادی ما تلفن داشتیم میتونستیم تماس بگیریم با بیرون و معمولا در مورد شرایط زندان حرف میزدیم زنایی که اونجا بودن سوء استفاده هایی که از زنها می‌شد میشد و کسانی که با بدهی های کم بودن یا مواد مخدری که وارد بند زنان میشد اینها همه چیزهایی بود که ما در یادداشتهایی که بیرون میفرستادیم یا در خبرهایی که به بیرون میدادیم منتقل میکردیم و اون زمان رشته احمدی در واقع دادستان بود و یادم که منو احضار کرد و گفتش که اول بیا مشکلات بنده رو به ما بگو چرا به بیرون منتشر میکنی که من سری مشکلات رو گفتم و در نهایت نتیجه این شد که ما رو جدا کردن و بردن قرنطینه متادون و زنان زندانی سیاسی در یک جایی که قبل از اون برای ترک مواد مخدر بود تو روزهای اولی که زندانی بازداشت میشه ما رو به اونجا منتقل کردن که خب تقریبا میتونم بگم که روزهای بدتری بود به خاطر اینکه دسترسی به هواخوری وجود نداشت تلفن ها قطع شد برای همه زندانی ها و خب من خودم هم تقریبا چند ماهی ملاقاتم قطع شد به دلیل نامه هایی که بیرون داده بودم و اخباری که داده بودم ولی بله بالاخره در مجموع شما سی ماه زندان بودید و در سال 91 از زندان آزاد شدید ولی در سال 93 مجددا شما رو بازداشت کردن این بار برای چی؟ بله خب بازداشت 93 در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان شکل گرفت به خاطر اینکه من و تعداد دیگه از زنان فمینیست و فعالین زن که خب یک گروهی رو به نام حقوق شهروندی زنان تشکیل داده بودیم تصمیم گرفتیم که بعد از اون اسید پاشی ها و خشونت ها مقابل مجلس تجمعی رو برگزار کنیم و بعد از اون تجمع من توسط قرارگاه سارالله اطلاعات سپاه بازداشت شدم بازداشت قبلی توسط وزارت اطلاعات بود ولی بازداشت 93 توسط قرارگاه سارالله شما بعد از آزادیتون از زندان بارها از طرف به سلام امران امنیتی احضار می شدید و با شما صحبت میکردن و آخرین باری که شما از طرف, شما طرف اطلاعات سپاه احضار کردند چند روز قبل از خروجیتون از ایران بود و شما در مصاحبه گذشته گفتید که اون موقع بازدوتون به شما گفت که خانم گلرو به نظر میرسد صحبت های ما خیلی طولانی شده و اگر موافق باشید شما بروید بالا البته بروید بالا در قابوس ممران امنیتی ایران یعنی اینکه میفرستیمتون به اوین زندان اوین حالا شما گفتید که برای اینکه نرید به زندان اوید اوین از کشور خارج شدید Uh, ولی واقعیت اینه که uh, اون مامور امنیتی اون بازجوی دو با شما صحبت کرد uh, چیزای دیگه ای از شما میخواست که شاید علت خروجیتون بیشتر اون بوده بله خب این احزارها از سال 96 و از زمانی که من به خاطر اینکه دوباره در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده بودم و با پیام نقص پرونده مواجه شده بودم در مقابل وزارت علوم چند روزی ترسون کردم و این احزارها از اون موقع اوج گرفت در واقع سال 96 و مرتب دیگه احزار میکردن ولی آخرین باری که من رفتم چند روز قبل از خارج شدنم از ایران بود که یک اداره پیگیری هستش در اتوبان نیایش در کنار مؤسسه اوج هستش و یعنی خیلی نزدیکن انگار که رسانه فرهنگیشون رو با بخشی که اداره پیگیریشون هستش شد خیلی نکته عجیبی باشه که کنار هم دیگه است اون آخرین باری بود که من رفتم اما آخرین باری که در ایران با من تماس گرفتن و منو احضار کردن دقیقا روزی بود که من میخواستم از ایران خارج بشم که با من تماس گرفتن و من بهشون گفتم که حتما میام فردا با وجود اینکه دیگه همون روز داشتم از ایران خارج می‌شدم توی خب احضارها سال 96 که بحث دانشگاه بود هم وزارت در واقع اطلاعات سپا احضار می کرد هم چند باری یک بخشی وجود داره در ارشاد که اون هم به خاطر توییتر یا اینستاگرام احزار میکنه بسیاری رو این احزارها افزایش پیدا کرد بعد از اینکه من وارد دانشگاه شدم یک بار منو احزار کردم و گفتن که فکر کردی که الان وارد دانشگاه شدی و درس تموم میشه اما ما امکان نداره اجازه بدیم که یک ضد انقلاب بتونه درس بخونه خب این ادبیاتی بود که همون روزها در فارس هم داشت در موردش صحبت میشد روزنامه کیهان گزارشی رفته بود در مورد این که یک ضد انقلاب تونسته به دانشگاه برگرده و این تهدید هم من فکر کردم که خب قاعدتا نمیتونن کاری بکنن چون من به سرعت سعی میکنم که درسمو تموم بکنم در دانشگاه و واقعا هم تلاشمو کردم که در زمان دو ساله همه چیز تموم بشه تا این امکان وجود نداشته باشه اما در طی اون دو سال مرتب احضار می شدم هم به دلیل فعالیت هایی در حوزه زنان و هم به دلیل ارتباطاتی که با فعالین دانشجویی داشتم هر بار که احضار می شدم در مورد یکی از توییت های یکی از پست های اینستاگرام یا هر کدوم از اینها توضیحاتی از من میخواستن و در نهایت معمولا تهدید به این می شدم که اگر که در مورد این صحبت نکنم قراره که بازداشت بشم یا وقتی تماس میگرفتم و بهشون میگفتم که برگه ای برای من بفرستید و من به منو به طور رسمی در واقع احضار بکنید میگفتن که ما به جای اینکه بخوایم کاغذ بازی بکنی و تو رو با... آه... کاغذ احضار بکنی اون کاغذ میشه حکم بازداشته حالا میای یا نمیای و در نهایت اینجور به نظر میاد که خب بهتر که بریم من میدونم این اتفاق در ایران الان خیلی زیاد داره میفته ولی چون انقدر مسائل مهمتر و بزرگتر فکر میکنیم وجود داره خیلی کم بهش میپردازیم در که این پیاپی که به شدت روی روند زندگی عادی تاثیر میذاره به شدت روی روحیه فعالین تاثیر میذاره و اونها رو دچار بدبینی و ترس میکنه خیلی مسئله مهمیه ولی میگم انقدر مسائلی به نظر میاد مسائل مهم و بزرگتر دیگه ای وجود داره که خیلی بهش پرداخته نمیشه من همون روزها واقعا شاید بعد در مورد تک تک این احزارها حرف میزدم ولی فکر میکردم که خب در شرایطی که بسیاری زندان هستن حالا یه احزار شدن مسئله ای نیستش اما همین احزاره در واقع احزارها بود که رسید به من به در نهایت فشار حداکثری که باعث شد من مجبور بشم از ایران خارج بشم توی این هزارها خب روندش متفاوت بود گاهی فقط سوال و جواب بود اما در نهایت پیشنهاد همکاری بود که خب حالا تو میتونی فعالیتت رو ادامه بدی اما هر جوری هم که دوست داری فعالیتت رو ادامه بده اما در نهایت اگر که یک روزی در یک جلسه نیازی بود که روند جلسه تغییر بکنی یا تصمیم دیگه ای گرفته بشه ما تو رو مطلع میکنیم که جلسه رو ببری به سمتی که تصمیم دیگه ای گرفته بشه یا به شکل دیگه ای رفتار بکنن و بر خورد بکنن که من از همون روزهای اول اعلام کردم که نه من همچین کاری رو نمی کنم حتی در نهایت که حالا تهدید به بازداشت شد و قرار شد که در واقع برخوردشون خیلی تهدیدآمیزتر شده بود من گفتم من به طور کلی فعالیت سیاسی رو میبوسم و میذارم کنار اصلا ترجیح میدم هیچ فعالیت سیاسی نکنم و همون جوری که مثلا بارها اینها به خاطر زن بودن من همیشه بسیاری از زنان رو اینجوری تغییر میکنن که جای فعالیت سیاسی برو قرمه درست کن حتی من همین ادبیات رو بر خودشون تکرار کردم و بهشون گفتم میرم یه گوشه فقط قرمه درست میکنم ولی دیگه نکنه چون امکان نداره که بخوام باهاتون همکاری بکنم و این گفتگو انقدر طولانی شد در بار آخر که گفتش که به نظر میاد که گفتگوی ما طولانی تره بهتر بقیه حرفهامون رو بالا بزنیم شما بری بالا منم فردا بیام اونجا و صحبت بکنیم که من گفتم که دلیلی نداره من که دارم میام شما هر بار منو می میکنید میام چه اصراری هستش که حالا حتما اوین این گفتگو رو ادامه بدیم و در نهایت قبول کردن که حالا این گفتگو به شکل دیگه به همون شکل احضارها ادامه پیدا کنه یعنی آخرین باری که به شما از شما خواستن که همکاری بکنید همون زمانی بود که دیگه شما از کشور خارج شدید یعنی در واقع علت خروج از کشور این بود در واقع میشه گفتش که علت اصلی خروج از کشور همین تهدیدهایی بود که مرتب ادامه پیدا میکرد و صادقانه بخوام بهتون بگم وقتی که تحت فشار قرار میگیری برای اینکه همکاری بکنی و مرتب بهت اصرار میکنه و بهت میگن که بقیه هم دارن همین کار رو میکنن خیلی ها دارن این همکاری رو میکنن واقعا شاید بتونم بگم که سخت در این دورانی که من داشتم از دی ماه 97 تا مرداد 98 بود که دیگه از کشور خارج شدم چون توی این ماه این های بیشتر می و مرتب هم میگفتن ما نمیتونیم اسم بگیم ولی خیلی ها دارن این کارو میکنن و این جمله ها هر چقدر هم که تلاش بکنی که روی روح و روان تاثیر نذاره در دچار بدبینی میشی همین حرفایی که من الان دارم میزنم ممکن خیلی ها رو دوچار بدبینی بکنه و واقعا دوست ندارم این اتفاق بیفته چون میدونم که این یکی از شگرد هاشون هست و یکی از روش هاشون اساسا اینه که ما رو با افرادی تنها تبدیل بکنن چون در نبود اعتماد ما هر کدوممون به یک فرد تنها تبدیل میشیم که نمیتونیم حتی های گروهی و مشترک داشته باشیم یا در مورد مسائل و نظراتمون به راحتی حرف بزنیم و این احساس عدم اعتماد نسبت به کسایی که سالها باشون کار کرده بودن توی ماهای آخر واقعا افزایش پیدا کرده بود ولی اواخر دی ماه 97 منو تهدید کرد بازجویی که همون در واقع در همون ساختمون کناری اوج بود به من گفتش که میری زندان حکم میگیری و من گفتم که باشه این کارا رو که قبلا کردید در نهایت همین کار رو میکنی ولی اون گفتش که نه حتما لازم نیست تو بری زندان ما یک حکم تعلیقی آقا وحید داره و اون حکم رو تعذیری میکنه همسرتون بله همسرم من به نظر اومد که خب این تهدید نمیتونه تهدید خیلی جدی باشه چون به هر حال یک حکم وقت تعلیقیه که تعلیقیه دیگه این راحتی که قابلیت تذیری شدن نداره و بعد از اون با یکی دو نفر از دوستانم و با کلا مشورت کردم و اونها هم گفتن نه خیلی قضیه زمان بره و یک مراحل قضایی خیلی طولانی داره اینکه بخوان یه همچین کاری بکنن ولی خب متاسفانه در تیر ماه 98 پرونده رفت اجرای احکام و وکیل ما به ما گفتش که پرونده رفته اجرای احکام و من متوجه شدم که قضیه خیلی جدی داره بعد با من تماس گرفتم و گفتن احتمالا میدونی که همچین اتفاقی افتاده همین رعوف که در واقع بازجوی همین پرونده و اطلاعات سپاه بود با من تماس گرفت و گفت احتمالا میدونی این اتفاق افتاده یه خورده فکر کن و ما دوباره با تماس میگیریم که بیای و این دفعه بدونی که ما تهدیدمون قابل عملی شدنه که من گفتم که باشه میام در واقع این روزهای آخر بود و من دیگه تصمیممو گرفته بودم برای اینکه از ایران خارج بشم بسیار خوب شما بعد از این تهدیدها از کشور خارج شدید ولی در خارج از کشور هم به شما رو تنها یعنی در خارج از کشور هم تهدیدشون ادامه پیدا کرد خب بله متاسفانه این تهدیدها خارج از کشور هم ادامه پیدا کرد تماس هایی که من در زمانی که ترکیه بودم با من گرفته میشد ولی اوجش وقتی بود که رسیدم به سوئد و با من سه بار تماس گرفتن که یک بارش رو همین بازجویی بود که میشناختم و دیده بودمش و به هم گفتش که یادت میاد نه و گوشی تو لپتاپت رو گرفته بودیم و یه سری فیلم اونجا هستش که ما میخوایم اون فیلم و رو منتشر بکنیم یه سری آدرس داد یه سری کد داد که مثلا توی فلان عکسی که فلان چیز رو پوشیدی فلان کار رو داری میکنی و اونها رو منتشر میکنیم و گفتش که به فکر خانوادت هم باش اونها به هر حال نمیدونم قلبش رو عمل کرده پدرت و یعنی اطلاعاتی که کاملا میدونست که وضعیت خانواده های ما هم چجوری هم هم, هم, هم و تهدید کرد که خب این اکثر رو منتشر میکنی من هر سه که با من تماس گرفتن واقعا فقط سکوت میکرد و اصلا نمیتونستم جوابی بهشون بدم و در نهایت تصمیم گرفتم که در مورد این تهدیدها حرف بزنم که اگر بعدا این فیلمی یا عکسی هم منتشر شد به هر حال من قبلش موزم رو گفته باشم چون او هیچ کدوم اون فیلم ها یا عکس ها چیزی نیستش که خارج از ایران و در یک حکومت در واقع دموکراتیک و در یک دنیای آزاد هیچ کدوم از اون عکس ها نمیتونه برای علیه کسی استفاده بشه زندگی نرمالیه که بسیاری از زنان و مردان در همه جای دنیا دارن ولی این میتونه به یک در واقع فشار مضاعف بر فعالین سیاسی در ایران تبدیل بشه به ویژه در مورد زنان به خاطر اون به هر حال خط قرمزهایی که وجود داره تفکرات سنتی که وجود داره و تصور اینکه حتما باید حالا یک سری اصول اسلامی رو حتی زنها رعایت بکنن و سالها هم همین اتفاق افتاده بوده در زندان هم بسیاری از زنان حالا به هر حال این در مورد همه زندانی اتفاق میفته اما فکر میکنم در مورد زنها این به مراتب خیلی بیشتره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اساسا یک حکومت مذهبی و این حکومت مذهبی بودنش باعث میشه تمام قد و به طور سیستماتیک بر علیه زنان باشه و هر بار زنان رو به هر شکلی که بتونه تحت فشار قرار میده با حوزه خصوصیشون حالا این میتونه روابطشون باشه میتونه عکس هاشون باشه میتونه هجابشون باشه اگه عکس بدون هجابی از تو داشته باشن میتونن تحت فشار قرارت بدن اما من احساس کردم که این آخرین جاییه که من میتونم بیستم و اگر که خب به خاطر تهدیدهای قبلی از کشورم خارج شدم و همه زندگی رو که سالها ساخته بودم رو مجبور شدم رها بکنم اون هم به در واقع در حد 5 6 روز اما این بار تصمیم گرفتم که این کارو نکنم چون احساس کردم و حقیقتش که من تنها نیستم و قطعا این فشار داره روی بقیه هم میاد ولی همه فکر میکنن که اگه بیان در مورد عکس خصوصیشون بگن یا بگن که همچین تهدیدی شدن تصورات میره به که خب حالا این عکسای خصوصی چی هستش یا چه چیزی میتونه باشه در صورتی که عکس یک مهمونی ساده یا رقصیدن ساده یا دور همی ساده با پوششی که ممکنه استاندارد جمهوری اسلامی نباشه میتونه زنان رو تحت فشار قرار بده و اونها رو وادار بکنه به اینکه بسیاری کارها رو بکنن یا وقتی که از یه خانواده سنتی مخصوصا باشی میتونه اینکه به هر حال آدم پیش خودش فکر میکنه که نکنه کارهای من یا رفتار من اونها رو تحت فشار قرار بده اونها رو آزار بده همیشه این آره، از وجدان هست آها چقدر طول کشید برای شما که تصمیم بگیرید که علنی کنید این مسئله رو بهشون بگیم که برید عملی کنید من همکار نمیکنم با شما من صادقانه بخوام بهتون بگم اولا که با کسی مشورت نکردم چون که احساس میکردم که هر کسی ممکنه که بیاد و به من بگه که حالا اگه این کارو بکنی ممکنه که اوضاع بدتر بشه نکته دیگه اینه که خب در, در اون فیلم ها و عکس ها میتونستن دوستان دیگه ایم که نزدیک بودن به هم باشن و یک کم نگران اونها هم بودم که خب حالا هرچند که 23 همیشه وقتی یه سری فیلم ها رو نشون میده یه سری اطرافیان رو میاد حالا یکم محو میکنه اما نگران اونها هم بودم که توی ایران هستن در کنار اون به هر حال اینکه سلامتی خانوادم تهدید بشه شوکی که به اونها وارد میشه اگر که دفعه همه اینها چیزهایی که سالها من باش درگیرم یعنی از وقتی که توی زندان هستی و فکر میکنی بازجو میگه که من یادم که سال 88 بازجویی اومد به من گفتش که پشت سر من شروع کردن با همدیگه حرف زدن بعد من بعد بازجوی بهش گفتم تلفن به من نمیدی گفتش که خبر خوشی نیستش که بخوای تلفن داشته باشی مادرت فوت کرده هاچ خانوم مرده یه همچین چیزی از هاج خانوم استفاده کرد هاج خانوم مرده و من واقعا در تی فکر میکنم مثلا ده روز پونزده روز ازاداری کردم توی انفرادی و فکر کردم واقعا مادرم از دست دادم و بعد اینکه اجازه تلفن پیدا کردم و خواهرم گوشی و ورداش نمیدونستم به چی بگم و این اینها همیشه هست و همیشه هم از وجدان آدم داره که خب پدر و مادرش همسرش بچه هاش همه کسایی که زندان میرن این از او ها نگرانی ها رو دارن و من حتی در مورد این که بخوام در مورد این عکس ها و ویدیو حرف بزنم با همسرم هم حرف نزدم یعنی یه جایی تصمیم گرفتم اینجا دیگه باید وایسم. اینجا فقط من نیستم و به عنوان یک فمینیست و به عنوان کسی که به حقوق زنها باور دارم میدونم که این فشار فشاریه که بر بسیاری از زنانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن در تمام این 42 سال اومده و یک جایی شاید اینجا وقتش بود که در موردش حرف زده بشه ولی خب حالا با توجه به اینکه شما گفت فشار میتونه بر, بر بسیاری از زنهای زندانی اومده باشه این احتمال هم وجود داره که کسانی احیانا به همکاری تن در دارن برای اینکه به این, این تهدیدها عملی نشه ممکنه به همکاری تن در داده باشن ممکنه که اعتراف های علیه خودشون کرده باشن ممکنه مجبور به اعتراف تلویزیونی شده باشن ممکنه مثل من مجبور شده باشن از کشور خارج بشن هر کدوم این اتفاقا ممکن افتاده باشه من یادم هستش که کسانی بودن توی دیویستونو که این زنها وقتی میرفتن بازجویی و برمیگشتن گریه میکردن به خاطر اینکه فقط در مورد روابط خصوصیشون و روابط جنسیشون از اونها سوال میشد و اینجوری سعی میکردن اونا رو تحت فشار قرار بدن یا زنهایی که بازداشت میشدن و مرتب در مورد روابط خصوصی اونها پرسیده میشد خانوادهشون رو تحت فشار قرار میدادن که مثلا دختر شما با این چندتا آقا مثلا توی خونه ای بوده زمان باز داشت اینها همه میتونست فشارهای روانی باشه که اونها رو ببره توی یه پروژه حالا میتونه اعتراف تلویزیونی باشه و هر کدوم از این اتفاقا ممکنه بیفته یا اعترافی بر علیه خودش بکنه توی بازجویی مثلا به چیزی اقرار بکنه این اینها همه میتونه نتیجه این فشار باشه خب حالا از طرف دیگه این یه تخم بدبینی هم میکاره در ذهن بسیاری به که شما قبلا هم اشاره کردید به این مسئله که آدمون بدبین میکنه افراد بقیه یا اینکه مواردی که زندانی یا کسانی که بسیار منتقد حکومت هم هستند ولی برای مدتی اینها آزادن که حرفاشون رو بزنن و ممکنه بر اساس تجربه که شما داشتین افرادی مثل شما فکر کنن که این افراد لابد دارن همکاری میکنن بهشون گفتن شما فعالیتتون رو بکنین و ولی سر بزنگاه جایی که ما احتیاج داریم به شما شما به ما کمک بکنید و اینا ممکنه همچون فکری در مورد افرادی پیش بیاد که کاملا میتونه نادرست باشه کما اینکه مثلا نمونه بارزش ما محمد نوریزاده که برای مدت ها مردم خیال میکردن این چطور آزاده که این همه انتقاد بکنه ولی بعدا ما دیدیم که چه بلایی سرش آوردن و در زندان تا حد مرگ رفته و هنوز هم همین وضعیت داره این فکر میکنین یک استراتژی برای من بح سال امنیتی ایران، برای اینکه این, این تخم بدبینی رو بکاره قطعا این استراتژی یعنی من خودم با تمام اتفاقاتی که توی این سال ها افتاده به واسطه اینکه دشمن اصلی و مسئله اصلی رو جمهوری اسلامی در نظر گرفتم سعی کردم که همیشه فکر این این رو به خودم بقبولونم که این بخشی از استراتژی جمهوری اسلامیه چون در غیر این صورت شما نمیتونید فعالیت بکنید من تجربه این رو از توی دانشگاه دارم که ما مثلا یه جلسه 4 پنج نفره برگزار می کردیم بعد فرداش احضار می شدیم کمیته انضباطی و واقعا توی 18 -19 سالگی من فکر میکردم که خب ما که پنج نفر بودیم خونه فلانی چه جوری کمیته انضباطی اینو فهمید از همون روزها من درگیر این بدبینی میتونستم باشم اما همیشه به این فکر کردم که این بخشی از کاریه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه همه ما رو به آدم های تنهایی تبدیل بکنه که اعتماد نداریم و نمیتونیم کار مشترک بکنیم اساسا یکی از مهمترین پایه های تغییر و مطالبه گری این اتحاد است این نزدیک بودن است این اعتماد داشتن است که در تمام این دو سال از ارتش 20 میلیونی تا شماره تلفن که به در و دیوار زدن و گفتن بیایید همدیگر رو لو بدید تا مدارسی که هم کلاسی ها همدیگر رو لو میدادن تا دانشگاه تا محل کار اینکه کنار دستیت رو نتونی باهاش حرف بزنی دوچار یک تنهایی و رخوت و ناامیدی میشی که این کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده توی زندانم به یک کسی مرخصی میدادن به یک کسی نمیدادن به یک کسی تلفن میدادن به یک کسی نمیدادن یک کسی رو اجازه میدادن هاش رو ببینه او یکی رو مثلا نمیذاشتن بچه هاش رو ببینه و اینها همه به نظر من بازی بود برای اینکه ما رو تو زندان به جون هم دیگه بندازه و الان هم همین اتفاق داره میفته من وقتی که بازداشت شدم بعد از اعتراضات مقابل مجلس خیلی میگفتن اچ فلانی و فلانی هم که توی اعتراضات مجلس بودن بازداشت نشدن در صورتی که خیلی از اونها بعدها بازداشت شدن این کاملا کاریه که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه ما رو نسبت به همدیگه مطلقا بدبین بکنه حتی هر پایی که میزنه نمیتونیم به عنوان یه آدم قطعا من نمیتونم بگم که منم ذهن دارم منم از پوست و گوشت و استخونم ممکنه که خیلی اوقات دچار بدبینی بشم اما اگر که بدونیم که این اصل این ماجرا جمهوری اسلامیه و همیشه سعی کرده ماها رو نسبت به هم دیگه بدبین بکنه و این داستان این هم از خودشونه ای اینها همه چیزهایی که باعث میشه اساسا مانع ایجاد تغییر بشه یعنی با بدبینی بخش های زیادی از فعالین سیاسی اجتماعی و مدنی نسبت به هم دیگه یا نسبت به انجیو های مختلف نسبت به افراد فعال مختلف باعث میشه که عین یک کلاف سردرگم بشه و جمهوری اسلامی مثل همه این 42 سال به فعالیت‌های خودش و به بودن خودش مثل قبل ادامه بده این میگم این بدبینی واقعا کاری نمیشه کرد باهاش که اصلا بگیم به طور کلی نباید وجود داشته باشه اما من فکر میکنم باید تلاش بکنیم برای اینکه به حد اقل برسه و اصل رو بر این بذاریم که به همدیگه اعتماد بکنیم و بدونیم که این یک بخشی از پروژه اینها هسته شما وقتی که بازجویی هم میری همین اتفاق میفته توی بازجویی حتی برای من پیش اومد که اومدم به من گفتن که همسر تو که بازداشت کردیم در مورد تو تکنویسی کرده و اعتراف کرده که تو فلان کارو فلان کارو کردی دیگه ام. از همسر آدم یا رفیق آدم یا نزدیکان آدم همه این اتفاقا ممکنه بیفته در صورتی که اصلا همچین کاری نکرده بود همسر من درسته. ولی این انگار ما توی یک بازجویی دائمی هستیم دیگه تا وقتی جمهوری اسلامی هست و این تلاش این که ما رو نسبت به همدیگه بدبین بکنه که متاسفانه تا حدود زیادی به نظر من موفق بوده و شاید باید خیلی تلاش بکنیم برای اینکه این موفقیت های رو کاهش بدیم تا حدودی فکر میکنم خیلی متشکرم خانم مهدیه گلرو از حضورتون در برنامه به دیگر ممنون از شما خواهش میکنم ممنون از شما